ساعت 3:30 دقیقه بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم‌انداز بامدادی خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. وزیر امور خارجه آمریکا هم مانند دونالد ترامپ معتقد است ویروس کرونا از آزمایشگاه‌های چین نشأت گرفته. بیشتر در این مورد خواهیم شنید. گزارشی هم داریم از تازه‌ترین آمار مربوط به کرونا در افغانستان. اتحادیه اروپا قصد دارد بیش از 7 میلیارد یورو به کشف واکسنی برای کووید 19 اختصاص دهد. در گزارشی از جزئیات این خبر هم خواهید شنید. و در گفتگویی هم از یک کارشناس دلایل رشد بی سابقه شاخص کل بورس تهران را جویا می‌شویم. اول از همه نقدینگی، سیل نقدینگی بالغ بر 2260 هزار میلیارد تومانی که در اقتصاد ایران هست، بازاری جز بازار سرمایه و بورس ایران را پیدا نکرده. پیش از اینها خلاصه خبرهای ایران و جهان را بشنوید. با درود و صبح بخیر. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته‌های رئیس جمهوری دونالد ترامپ را درباره نشأت گرفتن ویروس کرونا جدید از آزمایشگاه‌های چین تکرار کرده است. This is an ongoing threat, an ongoing pandemic, and the Chinese Communist Party continues to block access to the Western world, the world's best scientists, to figure out exactly what happened. آقای پومپئو همچنین گفت تهدید همه‌گیری کرونا هنوز در جریان است و حزب کمونیست چین را به مسدود کردن دسترسی غرب و بهترین دانشمندان جهان به آزمایشگاه‌های چین متهم کرد. در ایتالیا که آماده برداشتن تدریجی قرنطینه است، دیروز کمترین تعداد مرگ ناشی از بیماری کووید 19 طی 2 ماه گذشته به ثبت رسید. دولت بریتانیا اعلام کرده که قصد دارد محدودیت‌های تردد برای مهار همه‌گیری کرونا را به طور مرحله‌ای و محلی بردارد تا بتواند تاثیرگذاری آن را دنبال کند. رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه از بازگشایی مساجد در 132 شهرستان که به گفته او وضعیت کم خطر دارند از روز دوشنبه خبر داد. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 47 نفر جان خود را بر اثر ویروس کرونا از دست دادند که کمترین تعداد در 55 روز گذشته است. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرده 500 تست انجام شده در کابل پایتخت نشان داده که 156 نفر مبتلا به کووید 19 هستند. بدین ترتیب شمار کل مبتلایان در افغانستان به بیش از 2700 نفر رسیده و تعداد قربانیان تاکنون 85 نفر اعلام شده. گروهی از هنرمندان شناخته شده در جهان در نامه خطاب به رئیس جمهوری برزیل نسبت به کشتار گسترده بومیان این کشور در اثر ابتلا به ویروس کرونا هشدار دادند و بالاترین میزان شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین متعلق به برزیل است. ژائل بولسونارو رئیس جمهوری برزیل که از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا را به شیوع سرماخوردگی فستی تشبیه کرده بود، مخالف محدودیت‌های اعمال شده به وسیله فرمانداران ایالت‌های مختلف این کشور است. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. 60 نفر از هنرمندان مشهور شامل پول مک‌کارتنی، مادونا، براد پیت و آپرا وینفری با امضای نامه‌ای خطاب به ژائر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل، درباره آنچه که خطر نسل‌کشی بومیان جنگل‌های آمازون به وسیله کووید 19 نامیده شده، هشدار داده‌اند. امضا کنندگان خواهان حفاظت بیشتر دولت برزیل از بومیان آمازون هستند. تعداد مبتلایان به کووید 19 در برزیل از 100 هزار نفر فراتر رفته و بیشتر از 7 هزار نفر نیز جانشان را از دست داده اند. چشم‌انداز بامدادی را از بی بی سی میشنوید. به برنامه دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 برابر با 4 ماه مه 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با مینا جوشغانی تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود. کاهش رقم مرگ و میر روزانه در اثر ابتلا به ویروس کرونا در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا ادامه دارد. رقم کشته شدگان در ایتالیا در روز گذشته 174 نفر اعلام شده که پایین ترین رقم در 2 ماه گذشته است. در بریتانیا هم مقام‌های بهداشتی از کاهش تعداد پذیرفته شده در بیمارستان‌ها خبر می‌دهند. همزمان وزیر امور خارجه آمریکا از دستساز بودن ویروس کرونا جدید خبر داده و گفته این ویروس در آزمایشگاه‌های چین ساخته شده. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار با سلام. اول بریم سراغ آمریکا. اوضاع در آمریکا چطوره این روزا؟ چه خبرهای جدیدی داریم؟
از واشنگتن بارانی در خدمتتون هستم. وقتتون بخیر. در آمریکا تعداد قربانیان ویروس کرونا به بیشتر از 67,000 نفر رسیده. تعداد بیماران شناسایی شده هم گفته میشه که بیشتر از 1,155,000 نفر هستن. بدین ترتیب آمریکا بالاترین تعداد بیماران رو داره در سراسر جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی یک شنبه پیش بینی کرد که تعداد قربانیان این بیماری در این کشور به 80,000 تا 90,000 نفر برسه. او قبلا این رقم رو پیش بینی کرده بود که 65,000 نفر باشه. با این حال آقای ترامپ پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری میلادی امکانش باشه که یک واکسن برای این بیماری ساخته بشه. همزمان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری ABC داشت روز یک شنبه، چین رو متهم کرد که ویروس کرونا جدید به صورت دستساز و در داخل یکی از آزمایشگاه‌های این کشور ساخته شده. گفت که شواهد قابل توجهی وجود داره که این ادعا رو ثابت می‌کنه که این ویروس دستساز بشر هست و در آزمایشگاهی احیاناً در ووهان ساخته شده. آقای ترامپ هم قبلاً در این باره صحبت کرده بود، برغم اینکه مدیر اطلاعات ملی آمریکا که ناظر بر 17 سازمان اطلاعاتی در این کشور هست گفته بود که این ویروس از داخل آزمایشگاه احیاناً به احتمال بسیار زیاد ساخته نشده. اما مقام‌های آمریکایی بر این موضوع تاکید دارن و چینی‌ها در مقابل اونها رو متهم به سیاسی کاری می‌کنن. خب خشایر، از نقاط دیگه جهانم با اون بگو. در مورد کرونا چه خبری، اخبار جدید، آمار جدیدی در اومده؟ آماری که از کشورهای اروپای غربی میرسه یک مقدار امیدوار کننده هست. در روزی که گذشت تعداد قربانیان ویروس کرونا در کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا همچنان رو به کاهش گذاشت. آمار رو که نگاه میکنید در ایتالیا 174 نفر جانشون رو از دست دادن روز گذشته، به رغم اینکه در گذشته این افراد دردناک است، اما از این جهت این رقم قابل توجه هست که برای دو ماه به صورت متوالی تعداد درگذشتگان در ایتالیا رو به کاهش گذاشته. همینطور در فرانسه که رقم درگذشتگان 135 نفر در 24 ساعت گذشته و در اسپانیا 164 نفر بوده که این هم باز کمترین رقم در طی 6 هفته گذشته بوده. برخلاف این کشورها که تعداد بیماران و درگذشتگان رو به کاهش است، روسیه روز گذشته بالاترین رقم ثبت بیماران مبتلا به کووید 19 رو طی 24 ساعت اعلام کرد. بیشتر از 10,000 نفر شناسایی شدن در روسیه طی این مدت که رقم بسیار زیادی است. با این حال تعداد درگذشتگان، تعداد رسمی قربانیان این بیماری در روسیه کماکان رقم پایینی هست و 1,280 نفر اعلام شده. در بریتانیا هم به نظر میرسه که رقم رو به کاهش است. یک نکته جالب این که در فرانسه یکی از پزشکان اعلام کرده که ویروس کرونا از ماه دسامبر در این کشور وجود داشته، برخلاف باور قبلی که اون رو به ابتدای سال 2020 در فرانسه نسبت داده میشد. به سراغ آزمایش ها و یافته ها از 20 بیمار رفتن و آزمایش های مجددی که بر روی نمونه های این افراد انجام شده نشون داده که حداقل در یک مورد یک نفر در 27 دسامبر دچار این ویروس بوده و این نشون میده که در فرانسه حداقل یک ماه زودتر از آن چیزی که فکر میکردن این بیماری وجود داشته. متشکرم خشایار. خشایار جنیدی در واشنگتن. در حالی که شمار آزمایش‌های تشخیص کرونا در ایران از 500,000 آزمایش فراتر نرفته، رئیس جمهوری ایران میگوید مساجد در 132 شهرستان که به گفته او وضعیت سفید و یا کم خطر دارند از بامداد امروز دوشنبه باز خواهند شد و احتمالاً دو هفته بعد هم مدارس کار خود را آغاز خواهند کرد. وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز منتهی به دوشنبه 47 نفر جان خود را بر اثر ویروس کرونا از دست دادند که کمترین در 55 روز گذشته است. فرین آسمی گزارش می‌دهد. ما الان بازگشایی ها رو آرام آرام سرانجام دولت ایران در مقابل فشارها برای بازگشایی اماکن مذهبی عقب نشینی کرد. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که
شرایط سفید دارن. حالا تو جلسه گفتن به جای سفید بگیم کم خطر، شرایطشون کم خطره یا وضع سفید دارن. خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه، پروتکل ها رو مراعات میکنن. همزمان با رسیدن ماه رمضان در میان بعضی از مذهبیون این انتظار وجود داشت که دولت اماکن مذهبی و مساجد را بازگشایی کند. در مشهد همزمان با تعطیلی حرم امام هشتم شیعیان عده‌ای بیرون حرم جمع شدند. آقای روحانی درباره بازگشایی حرم ها به ویژه در مشهد و قم صحبتی نکرده. پیش از این 226 مداح و روحانی در نامه‌ای به ستاد ملی مقابله با کرونا خواسته بودند درهای حرم به روی مردم باز شود. همزمان سخنگوی سپاه از برگزار نشدن راهپیمایی روز قدس در تهران خبر داده. رمضان شریف گفته که می شود از راه‌های دیگر برای گرامی داشت این روز در سطح ملی و بین‌المللی استفاده برد، اما اشاره‌ای به این راه‌ها نکرده. اولا میخوام از مردم عزیز و بزرگوار تشکر بکنم. رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا از رعایت پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت توسط مردم هم تشکر کرد. پروتکل‌هایی که اعلام شده به مردم، حالا چه به صنوف چه به مردم، که باید مورد مراعات قرار بدن، در مجموع 83% به طور متوسط مراعات شده در کشور. در بعضی از شهرستان‌ها 92% مورد مراعات بوده، حالا بعضی جاها 80% بوده. حالا تهران خب یه شهر بزرگی است، یه مقدار کمتر بوده. اما تصاویری که در خبرگزاری‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که بخش زیادی از مردم به دلیل تعطیل نبودن ادارات و کارخانه‌ها مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هستند یا در بازارها و خیابان‌ها در حال رفت و آمدند، مسئله‌ای که انتقاد بسیاری از پزشکان و متخصصان را در پی داشته. فرهاد ابوالنژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی در استان خوزستان از قوه قهریه استفاده می‌شود. به گفته او در بعضی از شهرستان‌ها مراسم عروسی و ترحیم برپاست و این وضعیت آمار ابتلا به کرونا را افزایش داده. وزارت بهداشت پیشتر درباره موج دوم و سوم همه‌گیری کرونا هشدار داده و گفته بود بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی باید ادامه یابد. بر اساس آمار وزارت بهداشت 97424 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. 6203 نفر هم بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. 78422 نفر از مبتلایان هم بهبود یافتند. منابع داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و بعضی از مقام‌های سیاسی و بهداشتی و همچنین منابع خارجی درباره درستی آمارهای رسمی مربوط به کرونا در ایران ابراز تردید کردند. گزارشی بوده از فرین عاصمی. برای تحلیل بیشتر نکاتی از این گزارش با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در شهر واشنگتن در تماس هستیم. درود آقای افشاری، خوش آمدید به برنامه. آقای افشاری، به نظر میاد که دولت ایران سرانجام در مقابل فشار برای بازگشایی اماکن مذهبی کوتاه اومده و دیروز شنیدیم که تصمیم گرفته شده که در 132 شهرستان سفید یا کم خطر مساجد باز بشن، نماز جمعه ها برگزار بشن. به نظر شما چرا دولت کوتاه اومده؟ آیا واقعا کوتاه اومده و اگر بله علتش چیه؟ بله، به البته خود دولت روحانی از همون ابتدا خیلی در برابر قرنطینه سازی کامل کشور یا جداسازی ها یا تعطیلات کلن مقاومت میکرد و به سختی به این مسئله تن داد و الان هم از همون موقعی که از دو هفته پیش با شتاب و سرعت بیش از اندازه‌ای به سمت عادی سازی شرایط و کاهش محدودیت ها حرکت کردن، نظرات کارشناسی متخصصان و حتی خود مدیران وزارت بهداشت رو تقریبا نادیده گرفتن، از همون موقع دیگه کار برای دولت سخت شد که بدون محدودیت ها در مثلا مراکز مذهبی رو حفظ بکنه. از همون موقع خب زمزمه ها و نارضایتی ها بلند شد، برخی گفتن که چطور ممکنه وقتی پاساژ ها باز شدن ولی مساجد بستن. از هفته قبل که نامه صریحی رو آقای رأفتی، در اصل هم خودش استاد درس خارج حوزه علمی قم هست و هم سخنگوی آقای اعرافی مدیر حوزه های علمی قم هست،
خب خیلی صریح نامه زد و ادعای عجیبی را مطرح کرد که کارشناسان دولت در جلسه ستاد مبارزه با کرونا مدعی شدند که سهم مراکز مذهبی مثل امامزاده ها، مثل مساجد در توزیع ویروس کشنده کرونا خیلی کم بوده، یعنی زیر 0.5% بوده، ادعایی که این فرد کرد. و از روحانی خواسته بود که دیگه به این نظر کارشناسا توجه بکنه و به مقاومتش خاتمه بده. حال به نظر میرسه که دولت به شکل کامل البته تسلیم نشده، حالا در برخی شهرهایی که به نظر میرسه فضا کنترل شده هست و ویروس تقریبا در اونجا اشاعش خیلی کم شده یا به صفر رسیده، میخوان کار رو شروع بکنن. اما به نظر من اصل ماجرا از اونجایی شد که به هر صورت دولت به اصطلاح پیش از موعد به سمت کاهش محدودیت ها حرکت کرد و طبیعی بعد از اون دیگه امکان بسته نگه داشتن مساجد و اماکن مقدس هم سخت میشه، چون به هر حال هم بخشی از حکومت پیگیر ماجرا هست و هم بخشی از نیروهای سنتی مذهبی هم معترض هستن و میخوان هر چه زودتر این محدودیت ها برداشته بشه. یه نکته هم باید در نظر داشت که الان در ماه رمضان معمولا از دو موعد مهم مذهبی شیعه هست که شبکه روحانیت به شکل گسترده ای اعزام میشه در تمامی شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستاهای ایران. همین مسئله از زاویه مادی برای اونا مهم هست، هم از زاویه فرهنگی و مذهبی و به خصوص بست اون دیدگاه های مذهبی مد نظر حکومت که الان بخش رسمی حوزه‌های علمیه رو در اختیار گرفته. به نظرم این عامل هم مهم است و اونا خیلی دارن اصرار میکنن که حداقل در این مدت زمانی که از ماه رمضان باقی هست بتونن این شبکه نیروهاشون رو بفرستن در مساجد و حسینیه ها برای تبلیغ. از طرف دیگه دیروز رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد که امسال به دلیل کرونا مراسم روز قدس در تهران برگزار نمیشه. خب این به نظر میاد که کمی با تصمیم رئیس جمهوری تناقض داره. دلیل این تناقض چی میتونه باشه؟ البته لزوما تناقض نداره، چون من از زمان این تصمیم گیری ها در به حال یک مرکزی انجام میشه که همه این نهادها هستن و بعید است که تصمیم گیری در مورد عدم برگزاری راهنمای روز قدس توسط سپاه گرفته شده باشه، ممکنه اونها پیگیر بوده باشن. ولی اصل ماجرا این است که فعلا در تهران و دیگر نقاطی که هنوز قرمز هست، حتی بحث‌های مطرح هستش که ورای این آمارهای رسمی موج دوم ویروس کرونا بیماری کووید 19 در اونجاها سرایت پیدا کرده یا در آستانه این اتفاق قرار دارن، بنابراین اونجاها رو فعلا به اصطلاح بستن و نمیذارن گرد همایی های بزرگ برگزار شه. ولی در جاهای کوچکی که هنوز به اصطلاح فضا فکر میکنن کنترل شده هست دست به این کار دارن، که البته کار پر ریسکی هست و به هر صورت جان مردم مهمتر از انجام عبادات مشترک مذهبی هست. میشه این به حال عبادات جمعی رو فعلا نادیده گرفت به خاطر مصلحت بزرگتر تا زمان اون فرا برسه. یه نکته هم من فکر میکنم اون هم جا داره بهش توجه بشه و اونی که واقعا جمهوری اسلامی و به خصوص نهاد ولایت فقیه و دولت در یک پارادوکس هم به سر گیر کردن. از یک طرف اونا مدعی هستن که بر اساس فقه شیعه 12 امامی و فقه امامیه دارن حکومت میکنن، حکومت دینی تشکیل دادن برای تحقق این احکام شرعی و دستورات خداوند، و از طرف دیگه در مواجهه با کرونا قرار گرفتن و اینها رو تعطیل کردن. این پارادوکس هم برای اونها مشکل ایجاد کرده و تحت فشار نیروهای دیندار سنتی جامعه هستن، چون به هر صورت قرنها اینها تبلیغ کردن که به اصطلاح بقاع متبرکه، این حرمهای مقدس، امامزاده ها، بارگاه ها، اینها شفا میدن، اینها محل مثلا امنی هستند برای جامعه، پناهگاه مردم هستند، و حالا در این تعارض گیر کردن و خودشون هم بستن و به نظر من باعث شده که یک سری تصمیمات ناهماهنگی رو بگیرن. این از این منظر هم به نظرم این موضوع قابل توجه هست.
متشکرم آقای افشاری. علی افشاری، درگیر مسائل سیاسی ایران. خب حالا نوبت شماست که به ما بگی در مورد مطالب برنامه چی فکر میکنید؟ نظر شما در مورد عقب نشینی دولت در مقابل فشارها برای باز کردن مساجد و برگزاری نماز جمعه چیه؟ از طرف دیگه شاید حق به مداحان و روحانیونی میدید که خواهان بازگشایی مراکز مذهبی هستن. به نظر شما چرا سپاه تصمیم گرفته که امسال مراسم روز قدس در تهران برگزار نشه؟ این هم راهی تماس با ما. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. و حالا هم نوبت میرسه به روزنامه های امروز صبح تهران با فرشته قاضی، روزنامه نگار در آتلانتا. بررسی روزنامه های تهران را امروز در بخش اول شروع میکنیم با لطفاً همچنان بدبین باشید از همدلی، کرونا و مسئله عدم قطعیت، از رسالت و ضرورت اجرای تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، از آرمان ملی. مطلب همدلی مورد خوشبین بودن نسبت به آمار مربوط به کرونا تردید داره. عادل جهان آرای در این روزنامه اشاره کرده به کاهش شدید و چشمگیر مرگ و میر و مبتلایان به کرونا در ایران که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده و نوشته کی هست که از این آمار کاهشی خوشحال نباشه. اما سوال اینه که واقعا چه اتفاقی افتاده این آمار هر روز انقدر کاهش پیدا میکنه؟ چه دارو و درمان جدیدی به بیماران تزریق میشه یا چه واکسنی به افراد زده میشه که هر روز این شیب به سمت پایین بیشتر سیر میکنه و کار به جای رسیده که در برخی از شهرهای شهرستان وضعیت سفید اعلام شده. نویسنده ادامه داده که اگر وضعیت قرنطینه و سختگیری که در روزهای 12 و 13 فروردین اجرا شد ادامه می‌یافت، می‌شد به وضعیت سفید کمی بیشتر دل بست. اما وقتی کسب و کارها شروع شده، مترو هم باشه از مردمه و برخی بازارها به شلوغی قبل از کرونا شباهت داره، کمتر میشه باور کرد که کرونا واقعاً قصد رفتن داره و به روزهای خوب داریم نزدیک میشه. خب بریم سراغ رسالت که انتقاد میکنه از عدم برنامه‌ریزی دولت. محسن پیرهادی در سرمقاله این روزنامه اشاره کرده به تصمیمات متعددی که از سوی دولت گرفته میشه به تعویق میفته، مثل تعیین زمان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در سال 99 که باز به تعویق افتاده. آقای پیرهادی نوشته که تعیین چندین باره زمان برگزاری رویدادهای مهم در کشور نشان از این واقعیت داره که ارزیابی متولیان امر با واقعیات فاصله زیادی داره. غیر از مسئله برنامه‌ریزی، تداوم چنین وضعیتی باعث بی‌اعتبار شدن وعده‌های مسئولین و تثبیت این گزاره در ذهن مخاطبان میشه که در نبود تدبیر و برنامه مدون هر چیزی امکان داره و هیچ چیزی قطعیت نداره. در پایینم آرمان ملی که نگران از بابت بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی میگه این کار سلامت مردم رو به خطر میندازه. همطور که دیروز اعلام شده، در واقع توی 132 شهرستان که سفید اعلام شده وضعیت، دوباره نماز جمعه برگزار خواهد شد. یه سری اماکن مذهبی هم دارن باز میشن. روزنامه جوان حمله کرده به اصلاح طلبان و دفاع کرده از این بازگشایی و گفته که اصلاح طلبان منتظر فرصت برای تخطئه مردم و مراسم‌های دینی مردم هستند و کرونا صرفاً یک بهانه است. روزنامه آرمان ملی اما نظر دیگه‌ای داره. محمد تقی فاضل میبودی در این روزنامه نوشته که نباید جان مردم رو به خطر انداخت. بازگشایی و حضور در مساجد بر اساس دین اسلام اعمال مستحبی هستند و حتی اگر انجام اعمال واجب هم در معارضه با جان انسان ها باشه، باید روی اون تعامل بشه. آقای مهبودی اشاره کرده به تعطیلی طواف حول کعبه در عربستان و نوشته که باید نظر کارشناسان بهداشت و درمان رو در اولویت قرار داد. فرشته قاضی و بخش اول مرور روزنامه امروز صبح تهران. چشم‌انداز بامدادی رو از بی بی سی در لندن میشنوید. وزارت مالیه یا دارایی افغانستان میگوید این کشور برای مبارزه با کرونا و رفاه عمومی نزدیک به 90 میلیارد افغانی یا بیش از 1 میلیارد دلار پول اختصاص داده. به گفته وزارت دارایی افغانستان، منبع تامین بسته مالی حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا و رفاه عامه و برنامه مصرف آن هم مشخص شده.
همزمان در تازه ترین آمار مربوط به مبتلایان به ویروس کرونا وزارت بهداشت افغانستان از شناسایی 235 مورد تازه و 12 مورد مرتبط با آن در این کشور خبر داده. بشیر پیمان گزارش می دهد. افزایش روزافزون موارد ابتلا به کووید 19 در میان مردم افغانستان مقامهای وزارت صحت را به شدت نگران کرده. شمار مبتلایان با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر می شود. وزارت صحت می گوید در یک شبانه روز گذشته از مجموع 581 نفری که مورد آزمایش قرار گرفتند 235 تنشان مصاب به این ویروس بودند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت بیشتر مبتلایان به کرونا در کابل و قندهار شناسایی شدند. بلندترین آمار واقعات مثبت جدید شهر کابل دارد که 63 رویداد مثبت ثبت شدند. بعد از او ولایت قندهار 54، هرات 19 رویداد مثبت، پنجشیر 14، تخار 13، ننگرهار 12. آقای مایار گفت در 24 ساعت گذشته 14 بیمار بهبود یافته که شمار کلی صحتیاب شدگان به 345 تن رسیده و 12 تن هم فوت کرده که با این رقم شمار جان باختگان به 85 تن میرسد. آمار وزارت صحت نشان میدهد که 10 روز پیش تنها 20% نتیجه آزمایش ها مثبت بود، اما در 5 روز اخیر شمار موارد مثبت به 32% افزایش یافته. حالا وزارت صحت می گوید این ویروس سری در حال گشت است. آقای مایار می گوید بر اساس یک تحقیق میدانی از 500 نفر در شهر کابل تست گرفتند که نتیجه 156 نفرشان مثبت بوده. به گفته آقای مایار این افراد به گونه تصادفی و از ساحات مختلف شهر انتخاب شدند. با وجود وضع محدودیت بر رفت آمد در شهرها و از یک ولایت به ولایت دیگر، مقام های افغان شاکی‌اند که این محدودیت ها درست عملی نمی شود. با وجود سختگیری نیروهای امنیتی در روزهای اخیر، ازدحام در این شهر بیشتر شده. علاوه بر دست فروشان، برخی از کسب و کارهای دیگر مثل نجاری ها، گل فروشی ها و موتر فروشی ها که بسته شده بودند، در مناطق مختلف شهر فعالیتشان را از سر گرفتند. وزارت صحت در این مورد ابراز نگرانی کرده و از صاحبان این کاروبارها خواسته که محدودیت های وضع شده را رعایت کنند. دیروز کابینه دولت افغانستان محدودیت رفت آمد را در تمامی شهرها به شمول کابل پایتخت تا پایان ماه رمضان یعنی 3 هفته دیگر تمدید کرد. بشیر پیمان گزارش می‌داد. تعدادی از رهبران اتحادیه اروپا در یادداشتی که برای روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نوشتند، گفتند تلاش می‌کنند بخشی از هزینه‌های کشف واکسن کووید 19 و تولید آن برای دسترسی همگانی را تضمین کنند. این رهبران قرار است امروز در یک کنفرانس مجازی گرد هم بیایند تا اولین گام برای تضمین بیش از 7 میلیارد یورو کمک در این راستا را بردارند. مسعود صابری نگاهی انداخته به عملکرد اتحادیه اروپا و تصمیم اخیر آنها در راه مبارزه با همگیری کرونا. بیش از 2 ماه از زمانی که موارد ابتلا به کووید 19 در ایتالیا به سرعت رو به افزایش گذاشت می‌گذرد. حالا این کشور آماده آسان کردن مقررات فاصله گذاری اجتماعی است. اندکی پس از آغاز این بحران در شمال ایتالیا در میانه ماه مارس میلادی، در یک نظرسنجی از ایتالیایی‌ها بیش از 88% شرکت کنندگان اعتقاد داشتند اتحادیه اروپا به اندازه کافی به این عضو بحران زده کمک نکرده و تنها 21% شرکت کنندگان عضویت در اتحادیه را به نفع ایتالیایی‌ها می‌دانستند. میزان انتقادها به حدی بود که در ابتدای ماه آوریل اورسولا واندرلین رئیس کمیسیون اروپا از ایتالیایی‌ها عذرخواهی کرد. Yes, it is true that no one was really ready for this. این درست است که هیچ کس برای این بیماری آماده نبود و خیلی از ما وقتی ایتالیا به کمک احتیاج داشت در صحنه حاضر نبودیم. به همین خاطر کل اروپا باید از ته دل از ایتالیا عذرخواهی کند. این عذرخواهی در صورتی معنا خواهد داشت که رفتار ما در آینده تغییر کند. But saying sorry only counts for something if it changes behavior. بعد از این بود که اتحادیه اروپا در قالب برنامه نجات اتحادیه انبارهایی از تجهیزات حفاظت از کادر درمانی ایجاد کرد و آنها را در اختیار کشورهای چون ایتالیا و اسپانیا و کرواسی قرار داد. قطع کمک‌های آمریکا به سازمان بهداشت جهانی حالا فرصتی در اختیار رهبران اروپا گذاشته تا تعلل اولیه را جبران کنند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در یک نشست خبری گفت هر کسی امکان دارد به این ویروس مبتلا بشود، بنابراین این تنها یک فرصت برای همکاری نیست، بلکه نیاز است که همه جهان با هم همکاری کنند. ما می‌خواهیم مطمئن شویم وقتی واکسن ساخته شد در دسترس همه قرار می‌گیرد. مقامات اتحادیه اروپا و رهبران فرانسه، ایتالیا، آلمان و نروژ که عضو اتحادیه نیست، می‌خواهند یک کمک 7.5 میلیارد یورویی برای کارزار فراهم کنند. این کارزار به رهبری سازمان بهداشت جهانی است. مؤسسات جهانی کشف واکسن نظیر گاوی و بنیادهایی چون بنیاد بیل و ملیندا گیتس اعضای آن هستند. هدف این اعضا یافتن واکسن کووید 19 و ایجاد شرایطی برای دسترسی همگانی به آن است. خانم مرکل گفته این میزان کمک تنها جوابگوی نیازهای اولیه در راه رسیدن به این هدف است. امروز 8 میلیارد یورو برای پیشرفت کار ساخت واکسن نیاز است. در این حال ما باید مطمئن شویم این واکسن در کمیت بالایی تولید می شود تا دسترسی همگانی به آن میسر شود. به همین خاطر است که ائتلافی فراگیر در روز 4 مه می خواهد تأمین مالی این مبلغ را آغاز کند. کشورهای اتحادیه اروپا حتی در شرایط عادی هم برای تعادل برقرار کردن میان تأمین بودجه‌های اروپایی و اولویت‌های داخلی کشورها با مشکل روبرو هستند. حالا باید دید آیا وحشت و رنجی که کرونا با خودش به این قاره آورده می‌تواند راه همکاری واقعی میان اعضای اتحادیه اروپا را هموار کند؟ مسعود صابری گزارش می‌داد. مروری داریم بر چند خبر مهم. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته‌های رئیس جمهوری دونالد ترامپ را درباره نشأت گرفتن ویروس کرونا جدید از آزمایشگاه‌های چین تکرار کرده. در ایتالیا که آماده برداشتن تدریجی قرنطینه است، دیروز کمترین تعداد مرگ ناشی از بیماری کووید 19 طی 2 ماه گذشته به ثبت رسید. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از بازگشایی مساجد در 132 شهرستان که به گفته او وضعیت کم خطر دارند، از روز دوشنبه خبر داد. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرده 500 تست انجام شده در کابل پایتخت نشان داده که 156 نفر مبتلا به کووید 19 هستند و گروهی از هنرمندان شناخته شده در جهان در نامه خطاب به رئیس جمهوری برزیل نسبت به کشتار گسترده بومیان این کشور در اثر ابتلا به ویروس کرونا هشدار دادند. به نیمه برنامه رسیدیم. نگاهی بنازیم به مطالب نیم ساعت دوم. گفتگو داریم با یک کارشناس درباره دلایل رشد چشمگیر شاخص بورس ایران در هفته‌های اخیر. چند خبر کوتاه از ایران، خبرهای ورزشی و البته از دو سوی آمو را هم داریم با ترانه‌های تازه از افغانستان و تاجیکستان. چشمانداز بامدادی را از بی بی سی در لندن میشنوید. دیروز شاخص کل بورس تهران برای 19مین بار متوالی بالا رفت و رشدی بیش از 39000 واحد ثبت کرد. شاخص بورس تهران از ابتدای سال جاری خورشیدی با وجود شیوع کرونا و افت درآمدهای نفتی رشدی 90% را تجربه کرده. در خبر دیگر، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران از راه اندازی بورس مستقل املاک در آینده نزدیک خبر داده و گفته دولت قصد دارد املاک مازاد خود را از این طریق به فروش برساند. بازار مسکن در ایران هم اکنون در رکود شدیدی قرار دارد و بنا به اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات مسکونی تهران در فروردین امسال در مقایسه با اسفند 98 نزدیک به 90% کمتر شده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن پراگ، و ابتدا از او پرسیدم در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل فشارهایی که بر آن وارد می‌شود با مشکلات متعددی روبروست، چه چیز موجب رشد بازار بورس تهران شده؟ تمام کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی اوضاع امروز بورس رو فارغ از ارزش ذاتی شرکت‌های حاضر در بورس یا عملکرد اقتصادی اونها و همینطور فضای کلان حاکم بر اقتصاد ایران تحلیل می‌کنند، برای اینکه اگر بخوان اون عوامل رو که عوامل بنیادین اقتصادی هست مثل نرخ رشد اقتصادی که سال گذشته منفی 7.6% بوده، در دو سال گذشته اقتصاد 12% کوچکتر شده، تورم 41% رو داشتیم
حد زده میشه که بیکاری با توجه به وضعیت بحران کرونا حتی تا 7 میلیون افزایش پیدا بکنه. اگر اینها رو بخوایم ملاک قرار بدیم، رکورد شکنی هایی که در بورس اتفاق میفته کاملا امری متفاوت با این رویکرد هست و اصلا ارتباطی با این نداره. چند دلیل رو برمی‌شمارن برای این رونق بی سابقه در بورس که ما در همین 40 روز اول سال شاهد یک بازدهی بالای 50% در بازار سرمایه ایران هستیم. اول از همه نقدینگی، سیل نقدینگی بالغ بر 2260 هزار میلیارد تومانی که در اقتصاد ایران هست، بازاری جز بازار سرمایه و بورس ایران رو برای کسب سود و نوسانگیری پیدا نکرده. بازار ارز و بازار سکه و طلا که پیش از این اتفاقات در اونجا میافتاد کاملا قفل شده به واسطه عملکرد دولت و بانک مرکزی. از سوی ما یک تورم 41 درصدی رو داریم و انتظار مردم این هست که این تورم با توجه به کسری بودجه دولت کماکان ادامه پیدا بکنه. برای همین سرمایه‌های خرد برای حفظ ارزش خودشون دنبال بازاری هستن که در اون پناه بگیرن و بازار سرمایه یکی از این جاهاست. عامل سوم رشد نرخ ارز در سال 96 و 97 هست که از این بابت بازار سرمایه عقب مانده بود از بازار ارز و شرکت‌های بورسی امروز سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون رو تک به تک با نرخ جدید ارز ارزیابی مجدد می‌کنن و یک افزایش ارزش دارایی و افزایش ارزش سرمایه رو شاهد هستن. به این عوامل یک عامل مهم دیگر رو هم باید اضافه کرد و اون تمایل دولت هست برای افزایش عددها در بورس و حمایت از بورس، برای اینکه دولت برای کسب درآمد نیازمند این هست که بتونه این بازار رو پر رونق نگه داره، که بتونه واگذاری به سهام شرکت‌های دولتی رو به بهترین شکل در این بازار انجام بده و همینطور این بازار میتونه سدی باشه در برابر تورم و جایگاه مناسبی داشته باشه برای جذب نقدینگی. یک خبر اقتصادی دیگه هم دیروز اعلام شد و اونم وزیر اقتصاد بود که گفتش که بورس مستقل املاک به زودی در ایران در کشور به راه میفته. با توجه به اینکه بازار مسکن الان مدتی است که دچار یک افت خیلی کم سابقه ای شده، این به راه انداختن این بورس املاک چه تأثیری روی بازار مسکن میذاره؟ این بورسی که آقای دشپسند از اون صحبت کرده در واقع پاسخ سازمان بورس اوراق بهادار ایران هست به اینکه بازاری رو فراهم بیارن و اوراقی رو به بازار معرفی بکنن که امکان سرمایه گذاری در بازار مسکن که همونطور که شما اشاره کردید یک بازار راکه در سالهای اخیر بوده فراهم بشه. ورود و خروج به بازار مسکن بسیار دشوار هست. اول اینکه شما با سرمایه‌های کوچک نمیتونید وارد این بازار بشید. دوم اینکه این بازار به واسطه رکودی که بر اون حاکم هست داد و ستدی در اون شکل نمیگیره. برای همین تعریف و طراحی اوراق بهادار پروژه‌های مسکن یا املاک میتونه این شرایط رو فراهم بیاره که افراد با هر سطحی از سرمایه به این بازار ورود بکنند، بتونند این اوراق رو خریداری بکنند، در بازار باز خرید و فروش بکنند و سود کسب بکنند، در این حال سهمی از یک پروژه داشته باشند. به طور معمول در دیگر کشورهای جهان هم این تجربه میشه که تأمین مالی پروژه های ساخت و ساز به ویژه در حوزه های شهرکسازی یا ساخت و سازهای بزرگ از طریق بازار سرمایه اونها و بورس ها شکل میگیره. البته ظاهرا قرار هست که در ایران این اتفاق با املاک دولتی شروع بشه که خب باز اون گمانه‌زنی که دولت صرفا به دنبال کسب درآمد از بورس هست، از چه از بازار سرمایه فعلی و چه از این بازار نوظهوری که قرار هست راه بیفته، این مهمترین نگرانی کارشناسانه. بهتر این بود که بازار اوراق بهادار مسکن یا بورس مسکن از تأمین مالی پروژه ها و املاک بزرگ بخش خصوصی آغاز می شد و این سرمایه های خرد می تونست در بازار مسکن هم به کار گرفته بشه و اون بازار، اون بخش رو هم شاهد رونق باشیم درش. گفتگویی بود با آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی. و حالا هم چند خبر کوتاه بشنوید از ایران.
رئیس بانک مرکزی ایران گفته پرداخت وام به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا از اواخر اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. عبدالناصر همتی رقم کلی این تسهیلات را تقریباً 50,000 میلیارد تومان اعلام کرده. پیشتر دولت ایران گفته بود برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا 75,000 میلیارد تومان اختصاص داده. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران که به جرم قتل همسرش میترا استاد زندانی است در دور سوم از دادگاه رسیدگی پرونده‌اش گفته با پرداخت 10 میلیارد تومان از خانواده مقتول رضایت گرفته است. مرکز آمار ایران مدعی شده نرخ بیکاری در سال 98 نسبت به سال 97 1.5% کاهش داشته و به 10.7% رسیده. این آمار مربوط به اواخر سال گذشته خورشیدی است. گزارش‌های فعلی حاکی از تأثیر چشمگیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار ایران است. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفته این معاونت مبانی حقوقی لایحه سخت‌تر کردن طلاق برای مردان را آماده کرده و این لایحه در کمیته لوایح دولت در حال بررسی است. این لایحه پس از تصویب در کمیته لوایح دولت باید در هیئت دولت و مجلس تصویب شود و توسط شورای نگهبان تایید شود. در این لایحه مردان باید برای استفاده از شروط 12 گانه طلاق دلایل محکمی ارائه دهند. شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش ها میگوید میزان صادرات روزانه نفت ایران در ماه گذشته به 70,000 بشکه در روز رسیده. این گزارش همچنین گفته احتمالاً میزان بارگیری نفت ایران بیشتر از آن چیزی باشد که اطلاعات اولیه نشان میدهد و این موضوع به دلیل خاموش بودن رادارهای کشتی ها قابل ردگیری نیست. در این گزارش آمده چین و سوریه از معدود مقاصد کشتی های نفتی ایران هستند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه‌ای جایگاه مطبوعات را در جامعه ایران کمرنگ توصیف کرده. در این بیانیه ضمن اینکه وضعیت آزادی بیان در ایران اسفناک عنوان شده، کاهش گسترده تعداد مخاطبان به دلیل سلطه سانسور عوامل اصلی کمرنگ شدن جایگاه مطبوعات در جامعه ایران عنوان شده. و فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری متهم اصلی سرقت نفت خام از لوله انتقال نفت تهران به تبریز خبر داده. ماموران تونلی 15 متری منتهی به لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه نفتی تهران تبریز را کشف کردند. به گفته فرمانده انتظامی غرب استان تهران، متهمان در بیش از 3 ماه اقدام به سرقت 300,000 لیتر فرآورده‌های نفتی کرده بودند. خب اجازه بدین چند تا از پیام هایی که به دستمون رسیده رو بخونم. در تلگرام جواد نوشته: با سلام، جواد هستم. البته من خلاصه میکنم پیامشو. با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم، تصور من بر این است که اهمیت بقای متبرکه از لحاظ مادی برای مداحان و روحانیون باعث شده تا دولت را برای بازگشایی اماکن تحت فشار بگذارند. ولی در مورد مدارس به نظر من تعطیلی باید ادامه پیدا کنه. آموزش اینترنتی و رسانه‌ای باید تا تعیین تکلیف کرونا بسته بمونه. امید نوشته: بعد از اختراع ویروس سیاب از 100 متری، یکی دیگه از معجزات جمهوری اسلامی اینه که با حدود 6,000 تست روزانه آن هم با کیت‌های بی‌کیفیت چینی، به گفته امید در یک کشور 85 میلیونی میتونه مناطق سفید و زرد و قرمز رو مشخص بکنه. و علیرضا هم نوشته: گسیل طلبه ها و مروجین مذهبی به اقصا نقاط کشور در ماه رمضان که کووید 19 خدشه‌ای در تامین درآمد این گروه ایجاد میکنه، علت اصلی چشم پوشی از خطر ابتلا و انتشار این ویروس میباشد. خب ما حالا هم نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با باقیات و صالحات مجلس دهم از آفتاب یزد، اصلاحات در دقیقه 90 از جهان صنعت و انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بیخاصیت از کیهان. هر سه مطلبی که بر اون انتخاب کردی مربوط میشن به اصلاح قانون انتخابات در مجلس دیروز در مورد نظارت استصوابی. با آفتاب یزد شروع بکنیم، اون چه نظری داره؟ خب این موضوع بازتاب گسترده‌ای در روزنامه های تهران داشته و آفتاب یزد در واقع یک روز استثنایی برای مجلس و قانون انتخابات خونده، اصلاح این قانون رو در مجلس. ابراهیم نکو در این روزنامه نوشته که این اقدام باید خیلی زودتر از اینها اتفاق می‌افتاد، چون در ادوار مختلف شاهد رد صلاحیت‌هایی بودیم که بخشی از آنها به دلیل همین اشکالات قانون انتخابات بوده. به نوشته آقای نکو، رد صلاحیت در ابعاد بزرگ، نه به نفع نظام، نه به نفع کاندیداهای انتخاباتی و مردم. به همین دلیل اصلاح قانون انتخابات در وهله اول تبعات رد صلاحیت‌ها رو کاهش می‌ده و در مرحله دوم موجب شفافیت در رسیدگی به بررسی صلاحیت‌ها و کاستن از اما و اگرهای بعدی میشه. خب جهان صنعت نظرش چیه؟
جهان صنعت معتقده که اصلاحات انجام شده در این قانون تماما با انتظار سیاسیون و فعالان حزبی خاصه آن گروهی که صابون شورای نگهبان به تنشون خورده مطابق نیست. مضاف بر این، اصلاحات انجام شده در صورت مخالفت شورای نگهبان نتیجه عملی نخواهد داشت. نمایندگان مجلس دهم اما به نوشته جهان صنعت بر این باورند که هر تلاشی بهتر از بی‌عملیه. ایده‌ای صحیح و قابل تحسین از نظر جهان صنعت که بهتر بود از همون سال 94 مورد توجه قرار می گرفت. در این صورت حتما می شد نمره بهتری به این مجلس داد. در پایین هم روزنامه کیهان که به عکس دو تا روزنامه دیگه به شدت حمله کرده به این کار. دقیقا همینطوره، روزنامه کیهان این اصلاح قانون انتخابات رو طرحی مغایر با اصول بنیادین قانون اساسی خونده، انتقام اخراجی‌های مجلس از مردم با مصوبه‌های بی‌خاصیت خونده و نوشته که ضعف مجلس دهم و اتفاقهای حاشیه‌ای که بعضا به سبب کارهای برخی نمایندگان این مجلس روی داد باعث شورای نگهبان در تایید صلاحیت افراد دقیق‌تر از همیشه عمل بکنه و حالا اینجوری این جماعت که ترکیبی از رد صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان و مردم هستند به ادعای کیهان به مصوبه های بی‌خاصیت برای انتقام گرفتن روی آوردن. بخش دوم مرور روزنامه امروز صبح تهران رو شنیدید با فرشته قاضی و حالا هم خبرهای ورزشی. خبرها را علی آخوندان تهیه کرده که با خبرهای مربوط به لیگ برتر فوتبال ایران شروع میشه. این روز فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که اعتراض خودش در پرونده مربوط به پاداش کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران رو به دادگاه عالی ورزش ارسال میکنه. به گزارش رسانه‌های ایران و اونجوری که گفته میشه در قرارداد کارلوس کیروش ذکر شده که بابت مقام سوم جام ملت‌های آسیا $200,000 پاداش میگیره. خب این در حالی که اصلا جام ملت‌های آسیا مسابقه رده‌بندی نداره که تیم سوم داشته باشه، ایران هم در اون مسابقه در نیمه نهایی مقابل ژاپن باخت و حذف شد، اما گویا فیفا به نفع کارلوس کیروش رأی داده و حالا ایران میخواد در دادگاه عالی ورزش نسبت به این حکم فرجام خواهی کنه. دیروز همچنین برانکو اینوانکوویچ سرمربی پیشین پرسپولیس تهران هم مصاحبه کرد و گفتش که فیفا در مورد شکایت ایشون از باشگاه پرسپولیس بابت طلبهایی که داشته تصمیم خودش برای صدور رأی نهایی گرفته و گفت که نقشی از این پس در این رأی و اجرای اون نخواهد داشت. در مورد تخفیف هم آقای ایوانکوویچ گفتش که دیگه کار از دستش ساخته نیست و همچنین گفت بعید میدونه که باشگاه پرسپولیس واکنشی نسبت به این موضوع داشته باشه. خب لیگ برتر فوتبال آلمان هم که قراره بازیاشو از سر بگیره. هورست زیهوفر وزیر کشور آلمان مصاحبه کرد و گفتش که از نظر دولت مشکلی وجود نداره که دو دسته برتر فوتبال این کشور در واقع مسابقات خودشون رو شروع کنن. این مسابقات اینجوری که به نظر میرسه پشت درهای بسته برگزار میشه. همچنین وزیر کشور آلمان گفت که اگر بازیکن تست کروناش مثبت از آب در بیاد، هم اون بازیکن هم تیمش و هم آخرین تیمی که با اون تیم بازی کرده 2 هفته قرنطینه میشن. خب این مسابقه قبل از این بود که معلوم بشه که 3 بازیکن باشگاه کلن به ویروس کرونا مبتلا هستن و معلوم نیست که این قضیه تأثیر بذاره در تصمیم گیری مسئولان فوتبال آلمان یا نه. اگر اونجوری که پیش بینی میشه این مسابقات از اواسط ماه مه یعنی حدود 2 هفته دیگه برگزار بشه، آلمان تبدیل به اولین لیگ سطح بالای اروپایی میشه که مسابقات خودش رو بعد از شیوع کرونا از سر میگیره. در نهایت هم بگو که از لیگ برتر فوتبال انگلستان چه خبر؟ دیروز یک خبر دیگه هم بود، این بار از فوتبال انگلیس و اینکه تیم‌های حاضر در این لیگ در واقع تعدادی از اون تیم‌ها که موافقن که مسابقات در ورزشگاه‌های بی‌طرف برگزار بشه تعدادشون داره افزایش پیدا می‌کنه، مشروط بر اینکه تیمی به دسته پایین‌تر سقوط نکنه. خب به تیم‌های حاضر در لیگ برتر گفته شده بود که قرار هست مسابقات در 10 ورزشگاه بی‌طرف برگزار بشه، اما تیم‌هایی که در خطر سقوط هستن احساس می‌کنن که اگر به این صورت مسابقات برگزار شه در حق اونا اجحاف میشه و مسابقات عادلانه نخواهد بود. لیگ برتر فوتبال انگلیس از 13 مارس به دلیل شیوع کرونا متوقف شد و از رقابت‌های فصل جاری در واقع فصل 2019-2020 92 بازی دیگه مونده که مسابقات تموم بشه. مسابقاتی که لیورپول با 25 اختلاف امتیاز صدرنشینش بود قبل از اینکه به دلیل شیوع کرونا لغو بشه، اما برخلاف قهرمانی رقابت برای راه یافتن به اروپا و همینطور رقابت برای بقا و موندن در این لیگ بسیار بسیار شدید بود و نمی‌شد واقعا تیمی را از پیش راه یافته به اروپا یا سقوط کرده به دسته پایین تر دونست.
برنامه رو با از دو سوی آمو از زیبرشاه محمد به پایان میبریم. درود بر شما، صبح زیباتون بخیر. زیورشا هستم، صدای ما را از این ور رود آمو از بدخشان تاجیکستان میشنوید. امیدوارم صبح پر از شادی و موفقیت و خبرهای خوب داشته باشه. حالا چند لحظه دور از اخبار خسته کننده دامن زدن ویروسی کووید 19 و گوشه کنار جهان که 4 روز قبل مقامات تاجیکستان است تایید کردند که این مرض به تاجیکستان نیز راه یافته است، همه این نگرانی ها و تشویش های خود را کنار بگذاریم و گوش جان به ساز و نواهای دوسوی آمو بسپاریم. دوشنبه ها که میاد برنامه از دو سوی آمو با کلبار پر از آهنگ و ترانه ها و دستگل پر از ساز و سرود های داغ داغ دو سوی آمو از راه میرسد. سپاس. چنین است اسم آهنگ جدید نشانه رستم که حالا میشنوید. صدایی که برای همیشه خاموش شد، محمد خوشنواز، آوازخوان محلی و از بنیادگذاران موسیقی محلی هرات، در سن 63 سالگی در شفاخانه استان هرات دنیای فانی را ودا گفت. استاد خوشنواز 1.5 سال قبل بر اثر سکته مغزی فلج شد و نمی توانست راه برود و صحبت کند. محمود خوشنواز پسر امیرجان خوشنواز است که در سال 1336 خورشیدی در هرات به دنیا آمده. پدر و پدر بزرگی او در موسیقی مردمی مهارت و شهرت کافی داشتند. محمود خوشنواز از کودکیش نزد پدرش شروع به آوازخوانی کرد. او کوچکترین عضو خانواده مشهور خوشنوازان هرات بود. حدود 50 سال در حوزه موسیقی محلی کار کرد و ده‌ها آهنگ ساخت، اما از خودش تنها 3 آهنگ به صورت رسمی ثبت شده که 2 آهنگش شهرت ملی دارند. محمود خوشنواز از کودکیش نزدی پدرش شروع به آوازخوانی کرد. او کوچکترین عضو خانواده مشهور خوشنوازهای هرات بود. حدود 50 سال در حوزه موسیقی محلی کار کرد و ده‌ها آهنگ ساخت. اما از خودش تنها 3 آهنگ به صورت رسمی ثبت شده که 2 آهنگش شهرت ملی دارند. یکی از معروفترین آهنگهای استاد خوشنواز از نخستین آهنگهای اوست. این آهنگ یکی دیگر از شاهکاریهای خوشنواز است که در سن 8 سالگی در رادیوی افغانستان آن را ضبط کرد. Abrishka.
آهنگی که خیلی محدود کسان خواننده اصلی آن را میشناسند، اما زیادن کسانی که آن را زمزمه میکنند و یا به صورت حرفه‌ای این آهنگ را بازخوانی کردند. همچنان آهنگ دیگری او که در افغانستان با نام محلی سنگ تراشان مشهور است که بسیار شهرت یافته و در سالهای اخیر توسط برخی از هنرمندان نسل تازه نیز بازخوانی شده است. محمد رحیم خوشنواز یکی از سازنوازان مشهور افغانستان که رباب را به حد کمال رسانیده بود و آن را در افغانستان تدریس میکرد، همچنان برادر بزرگتر محمد خوشنواز بود. اما مانند دیگر اعضای خانواده هنرمندان محلی در فقر و تنگ دستی چشم از جهان فرو بست. موسیقی محلی هرات ریشه در آداب و رسوم هراتیان دارد و سینه به سینه از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است، اما این روزها موسیقی پاپ آن را در حاشیه رانده است. قصه وفای من دروغ بود، حرف خوش صدای من دروغ بود، همه گفته های من دروغ بود، دروغ بود، دردی به دوای من دروغ بود، ولی تو در کناری من بودی به مثل سایه مبخشیگر. مبارز عثمانوف که بیشتر به عنوان مجری برنامه‌های تفریحی شناخته شده است، نماهنگی را منتشر کرده زیر عنوان عذر بسیار و فکر می‌کنم این نخستین آهنگی است که مبارزان را اجرا کرده. این ترانه را آرزو ایسایف نوشتم، موسیقی از ساخته های شهباز و شاهرخان، کار تکمیل و تدوینش را جسور بدلبایف انجام داده است. خسته و تشنه و ناشی که با من بدون بالی دروغی زبا، شیشه ای قلبی تو را شکستم شکستم، با هزاران سخنی فیره با، ولی تو در کناری من بودی به مثل سایه، بخشیگر مرا برای من همین کفایه، تا پشت درد با دلی پاره 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 برگشت رسیدم دوباره، دارم ایو عذری بسیار، ای که دادم از فقط خود سوازم، عذری بسیار، دارم این بار من به قدریش که تو رسیدم، نجیم نوابی آوازخوانی شناخته از آنور آمو از افغانستان آهنگ قدیمه منیژه دولت آوازخوانی شناخته تاجیک را زیر عنوان چی میشد عزیزم با نماهنگ زیبای دوباره بازخوانی کرده به بازار عرضه کرده است. تکمیل و تدوین این آهنگ را خالد کیهان انجام داده است. چی میشد عزیزم هر شب نزدم، آی آی زغمت بسوزم لبکات ببوسم، خواهی خواهی، چی میشد عزیزم هر شب نزدم، آیی آیی زخمت بسوزم لبکات ببوسم، خواهی خواهی. دوشنبه دیگر و دو سوی آموی دیگر با تازه ترین آهنگ های تاجیکستان و افغانستان همینجا میبینمتون. مواظب خودتون باشین. بدرود. میان ما بود تو یک گلفتی بود، بهار عشق ما را حافتی بود، چی میشد عزیزم هر شب نزدم، آیی آیی زغمت بسوزم لبکات ببوسم، خواهی خواهی. این ترتیب چشم‌انداز بامدادی هم در همینجا به پایان میرسد. همراه با همه همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتان خوش. خیالم گرم سودای تو باشد، تو بیا با گرمیت کن مست مستم، تو بیا با گرمیت کن مست مستم،
بیا خوشم فقط جای تو باشد، بیا خوشم فقط جای تو باشد. چه می شد عزیزم هر شب نزدم، آی آی سقمت بسوزم لبکات ببوسم، خواهی خواهی